অ <laughs> Moগt به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی امیدوارم که جانتان جور و صحتمند باشید شاگردای عزیز و گرامی به مضمون ریاضی سنف هفتم خوش آمدید شاگردای عزیز و گرامی مضمون ریاضی سنف هفتم فصل چندم هستیم فصل چهارم اعداد نسبتی هستیم درست است درس دوم امروز ما و شما میخوانیم بخیر خب اما قبلی که بگیم در امروز ما و شما چه در عنوانهایی را باید با هم بخوانیم اول از همه مثل همیشه کارخانگی را باید به با ما روان میکردیم درست از یاد تا نفس دیگه نه کارخانگی باید به با ما روان کنید از طریق واتساب نمبرش هم چی است؟ 2 255 40 13 درست است اگر کدام سوال یا کدام مشکل در حل کارخانه دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبر که به شما خواندم خب شاگردای عزیز اهداف درس دوم درس امروز ما و شما چه هدف هایی را باید بخوانیم اول عملیه های جمع و تفریق اعداد نسبتی را میخوانیم و بعد از او ضرب و تقسیم اعداد نسبتی را با هم دیگه میخوانیم درست است خب شاگردای عزیز بریم سر تخته که من درس خود شروع کنم درس ما و شما چی بود؟ دو تونوان گفتیم امروز میخوانیم عملیه های جمع و تفریق اعداد نسبتی و دوم چی؟ عملیه های ضرب و تقسیم اعداد نسبتی اعداد نسبتی رو است اعداد نسبتی چی بود؟ گفتیم اما عدد هایی که به شکل کسر ما بتانیم نوشته کنیم هر عددی که ما و شما بتونیم به شکل یک کسر نوشته کنیم اما چند تا شرط دارد که باز دست بعد دور میخوانید دقیق تر میخوانید شرط های چی است؟, است که مخرج ما و شما صفر نباید باشه صہیست پس اگر ما و شما یک کسر داشته باشیم مخرج صفر باشه او ت... در ریاضیات اون میشه تعریف نشده صحیحست و دیگه چی دیگه صورت و مخرج کسر ما و شما باید شامل اعداد زید و اعداد تام اعداد تام باید باشد یعنی چی یعنی صورت ما م... صفر مثبت منفی میتونه باشه اما مخرج ما صفر شده نمیتونه دیگه مثبت منفی میتونه باشه پس هر عددی که ما و شما بتونیم به شکل کسر نوشته کنیم به اون میگیم اعداد نسبتی در درس گذشته ما اعداد نسبتی را چی معرفی کردیم و بعد از او مقایسه کردیم گفتیم دو تا عدد نسبتی را چی رقم ما میفهمیم که کدامش کلانتر است کدامش خردتر است صحیح اما درس امروز ما شما درس امروز ما و شما چی است عملیه های جمع و تفریق اعداد نسبتی را اول میخوانیم پس ما اول نوشته می جمع و تفریق جمع و تفریق اعداد نسبتی جمع و تفریق اعداد نسبتی به چه شکل است ما هر مثال که برات میزنم بر تشریح میکنم که بفهمی چی رقم میشه صحیح است در جمع و تفریق اعداد نسبتی ما شما دو حالت پیش می حالت اول اگر ما با شما دو عدد داشته باشیم مخرج های از او چی باشد مساوی باشد به با عنوان مثال پس حالت اول من نوشته میکنم یک که چی است مخرج های ما شما چی است مساوی است به عنوان مثال یک بر دو جمع منفی سه بر دو سیست؟ دو تعداد چی داریم؟ عدد نسبتی داریم بین شست بین جمع است و مخرج از چی است؟ مساوی است یک بر دو جمع منفی سه بر دو خب مخرج ها اگه مساوی بود چی میکنیم؟ بسیار آسان است یک تا از مخرج ها رو نوشته میکنیم چون مخرج ها چی است؟ مساوی یک تا از مساوی ها رو میگیریم پس دو رو گرفته سیست؟ اما صورت ها را با توجه به علامه هایشان سایس با توجه به علامه جمع میکنیم منظور از جمعی است که اگر هم علامه بود باید جمع کنی علامه عدد کلانتر و اگر هم علامه نبود از هم چی میکنی کم میکنی باز علامه عدد بزرگتر یا کلانتر رو گفتیم در عدد صحیح خواندیم عدد تام خواندیم دیگه سایس پس یادتون است یک علامه یک علامه یک چی است علامه نداره علامش مثبت است آفرین یک مثبت جمع منفیسه خب هم علامه نیستند پس باید از هم دیگه کم شوه یک و سه کم کنیم چند میشه دو میشه جواب سایس و علامه عدد کلانتر گفتیم وقتی میگیم علامه عدد کلانتر ما عددها رو بدون علامه در نظر میگیریم این یک و این سه کدامش کلانتر است سه کلانتر است علامه شست منفی پس میشه منفی دو سیست پس میشه منفی دو بر دو و این رو ما شما میفهمیم یک کسری که صورت مخرج با هم مساوی باشه چند میشه یک میشه سیست پس مساوی است با این میشه منفی یک پس فهمیدین چی رقم شد حالت اول مخرج ها مساوی باشد پس دقت کن مخرج ها مساوی مساوی باشد اگر مخرج ها مساوی باشد گفتیم بسیار آسان است یک تا از مخرج های مساوی رو میگیریم صورت نظر به علامه هایشان حالا میکنیم و علامه بینش که مثبت است یا منفی است یک تا مثال دیگه کار میکنم که بفهمید به عنوان مثال منفی 3 بر 5 منفی دو بر چار دو بر پنج سیست چون میخوایم مخرج مخرج مساوی باشد دیگه منفی 2 بر پنج خب چی میشه مخرج های ما شما است بله پنج است این هم پنج است چی میکنیم گفتیم یک تا از مخرج های را نوشتن میکنیم یعنی پنج ما و شما نوشتن میکنیم ولی منفی سه این چی است این علامش علامه نداره دو چی است مثبت است اما اگر یادتان باشد شاگردای عزیز گفتیم اینی علامه را شما میتونید در ضرب کنی علامه علامه نداره مثبت است منفی در مثبت میشه منفی یا میتونیم بگیم اینی منفی را از این میگیریم سیست ای این منفی رو دایی میتونیم دایی دو علامه دو چی است میتونیم بگیم منفی یا میتونیم به شک بگیم این علامه علامش مثبت است باز این منفی داریم مثبت در منفی در مثبت منفی میشه سیست پس در نهایت چی هست؟ دو منفی است اینی منفی رو میتونیم با علامه ایر در نظر بگیریم پس منفی سه. با منفی دو هم علامه هستند سیست پس با میره ضرب کنیم که آسانتر تر شوه این علامه شک علامه مثبت است علی ما و شما چی می‌کنیم؟ این منفی دهی ای مثبت ضرب میکنیم جواب میشه منفی سیست خب آل منفی سه با منفی دو هم علامه هستن بله جمع میکنیم دیگه پس جمع میشه سه با دو چند میشه پنج علامه عدد بزرگتر بزرگتر چی است سه علامه چی است منفی پس میشه منفی پنج صحیح خب جواب باز هم جواب ما و شما چند شد منفی یک شد آیا سوال همیشه جوابش منفی یک میشه نه خیر فرق میکنه آل مثال ما و شما به یک شد صحیح یک تا دیگه کار کنیم یک تا دیگه دقت کن افت بر سه منفی هفت بر سه جمع پنج بر سه چند نشه ای بگین شما؟ مخرج های ما شما مساوی است بله اردوش چند است سه است یک تا از مخرج های سر نوشته می کنیم یک تا از سر نوشته می کنیم عالی صورت صورت ها چی است یعنی منفی هفت است یعنی مثبت 5 است صحیح است علامه مثبت است دیگه مثبت 5 است منفی هفت با مثبت 5 هم علامه نیستن. وقتی هم علامه نبود چی میکردیم کم میکردیم هفت و 5 کم گفت دو میشه جواب است اما علامه عدد بزرگتر کدام عدد بزرگتر است گفتیم بدون علامت بدون علامت هفت بزرگتر است پس علامه چی میشه؟ منفی میشه پس جواب میشه منفی دو سه است. پس منفی هفته بر سه جمع پنج بر سه جواب چند میشه؟ منفی دوی بر سه خب پس شاگرد عزیز سه مثال کار کردیم آلت علف ما و شما چی بود؟ آلت اول ما و شما مخرج ها مساوی باشد اگر مخرج ها مسایی باشد در جمع و تفریق بسیار آسان است کار کردیم فهمیدیم اما حالت دوم اگر مخرج ها مساوی نباشد پس من ما کنم حالت دوم مخرج ها مساوی نباشد اگر مخرج ها مساوی نباشه باید چی کنیم؟ ما یک مثال کار میکنیم و برای تشریح میکنم که بفهمی به عنوان مثال سه بر چار جمع یا بگیم یک بر دو سه, سه بر چار جمع یک بر دو مخرج های ما و شما مساوی است نه چهار چار است دو است در مثال دای مثال قصه مثال قبل که کار کردیم. مخارج ما و شما چی بود مساوی بود و یک تا از مخرج ها نوشته میکردیم عالی دقت کن شاگرد عزیز ما و شما وقت مخارج های ما و شما مساوی نیست باید مخرج مشترک بگیریم اما روش مخرج مشترک گرفتن آلت های متفاوتی وجود دارد من یک روش برات میگم که بسیار آسان است سیست رو دقت کو یاد بگیریم او چه رقم است ما به شک کار میکنیم میبینیم که مخرج اولی ما چند است چهار است مخرج دوم چند است دو است آفرین خب ما اگر بتونم انی یک از مخرج ها در یک عدد ضرب کنم که اون مخرج دیگه دریافت شوه با عنوان مثال دو رو در چند کنم دو رو در دو کنم جواب میشه 4 مخرج از 4 میشه مخرج از است صحیح دو دو چهار میشه او عدد رو باید پیدا کنیم این دو رو ضب در دو بسازم جواب چند میشه؟ چهار میشه مخرج از چهار است مخرج ها میشه فقط نکته شیه است که شما یک مخرج در یک عدد ضرب میکنید باید صورتش هم در اون عدد ضرب شود چون عدد ما و شما تبدیل نشه اگر این ما میفهمیم که اگر یک کسر ما و شما داشته باشیم اگر صورت مخرج در یک عدد ضرب بسازیم البته یک عدد غیر صفر یک عدد غیر صفر ضرب بسازیم اما کسری که حاصل دریافت میشه با کسر اولی ما و شما چی میشه مساوی میشه با عنوان مثال دقت کنید یک بر دو ما اگر بیایم این ضرب در 5 بسازم اینم ضرب در 5 بسازم جواب چی میشه یک 5 میشه 5 دو 5 میشه ده. پنج برده با یک بر دو مساوی است میتونیم اختصار کنیم پنج و در اختصار کو به پنج جو یکی بر دو میشه سعی است پس این فکر باشه که اگر ما و شما یک کس داشته باشیم صورت مخرج از رو میتونیم در یک عدد غیر صفر ضرب یا تقسیم کنیم و جواب چی میشه مساوی میشه خب ما از همین خاصیت استفاده میکنیم من میتونیم مخرج از رو ضرب در دو بسازم که جواب چند شود جواب شود 4 چون با مخرج قرار مساوی شود دیگه که طبق حالت علف حالت اول مخرج مفایی باشه خب ما شما یاد داریم سیست پس من چی میکنم زب در دو میسازم فقط نکته است که تو مخرج زب در دو ساختی باید صورت هم زب امو عدد زبدر در دو بسازی خب چی میشه حالی؟ حالی چی میشه؟ پس دقت کن شاگرد عزیز سه بر چار خودش نویشتن میکنم سه بر چهار. علامه جمع میمانو جمع و یک زبدر در دو میشه دو دو زبدر در دو میشه چار صحیح؟ پس سه بر چار جمع دوی بر چار آلی چی شد؟ مخرج ها مساوی شد خب یک تا از مخرج های چار نوشتن میکنم یک تا از مخرج های مساوی نوشتن میکنم آلی سه علامه ندار علامه چی هست؟ مثبت هست اینی دو هم علامش مصبت سه مثبت با دوی مثبت جواب میشه پنج مثبت. پس میشه مثبت پنج بر چار پس جواب از ما و شما چی شد؟ شد پنج بر چار. پس نکته اگر مخرج های ما و شما مساوی نباشد ما و شما باید بیایم مخرج ها رو مساوی بسازیم اصطلاحا میگیم چی مخرج مشترک میگیریم چه رقم باید کار بکنیم گفتیم اگر ببینیم که ما میتونیم یک تا از مخرج ها رو در یک عدد ضرب کنیم مخرج دیگه حاصل شود او کار رو میکنیم فقط نکته است که شما یک مخرج در یک عدد اگر ضرب میکنی صورت شما باید در هم عدد ضرب کنیم اما ممکن آیا همیشه به شک میشه نه خیر ممکنه ما و شما مخرج مثلا 4 باشه مخرج 3 باشد باز ما و شما سر ضرب در چند بسازیم 4 شود نمیشه سعیست؟ او رو چی رقم میکنیم پس ما تختر پاک میکنم یک تا مثال ازام کار میکنم درست است پس ما تختر پاک کنم خب شاگرد عزیز یک تا مثال دیگه کار میکنیم با عنوان مثال دقت کنید سه بر چار جمع منفی پنج بر سه صحیح رو چکار کنیم مخرج از 4 است مخرج از 3 است و در مثال قبل دیدیم که این مخرج دو بود که زبدر در دو ساختم شد 4 که مخرج ها مساوی شد اما مخرج از 3 است مخرج از 4 است صحیح است آلی میکنیم این رو در چند بسازیم 4 شوه ما چی نده دریافت نمیتونیم میتونیم کسری میشه که رو باز بعد ها میفهمین ولی آلی فعلا سر ضرب چند کنیم سخت است ما چی میکنیم ما یک چکار میکنیم یک تا میزنیم چه رقم من میایم چی میکنم دقت کن شاگرد عزیز مخرج ازیره ده زی ضرب میکنم مخرج ازیره دهی دیگه ضرب میکنم چی میشه چهار دهی سه ضرب کو چهار دوازده این سر در چهار ضرب سه چهار دوازده مخرج دو چی میشه دوازده میشه پس این نکته بسیار مهم است اگر ما و شما نتونیم یک پیدا کنیم که یک از مخرج ها رو به تبدیل کنیم مخرج ازیره ده ضرب میکنیم مخرج ازیره ده ای ضرب میکنیم صحیح است پس بسیار آسان شد زب داره چار زب داره چار. ده ما ضرب در چهار میسازم هم ضرب داره چهار گفتیم هر در مخرج ضرب کردی صورتش ما ضرب و این زب در چند میکنم این زب داره سه میسازم این هم زب سه چون این چی میشه چهار سه دوازده سه چهار هم دوازده میشه مخرج ها مساوی میشه پس بسیار آسان شد دیگه پس مساوی است چهار سه دوازده سه سه نو سه بینش مثبت جمع است و سه چهار دوازده و پنج چهار بیست فقط منفی در مثبت میشه منفی منفی بیست الان فراموش نشه از پشتان سه خب آلی مساوی است با یک تا از مخرج های دوازده که مخرج مساوی شد دیگه یک از مخرج های دوازده رو نوشته میکنم پس دوازده سعی نو علامه شی است علامه ندارد علامه ندارد علامه مثبت است نو مثبت با نو مثبت با منفی 20 اما علامه نیستند باید کم شود نو 20 کم کو چند میشه 11 میشه اما علامه عدد بزرگتر پس میشه منفی 11 پس جواب شد منفی 11 بر 12 صحیح پس فهمید چه شد پس جمع و تفریق نسبتی نسبت دو حالت گفتیم یک اگر مخراج مساوی باشد یکی از مخرجا نوشته می کنیم صورت ها رو با توجه به علامه انجام بدیم دیگه صحیح است اما اگر مخرجا مفاوی نباشد ما و شما باید مخراج رو بسازیم بعضی وقتا میشه فقط یکی از کسر ها را در یک عدد ضرب کنیم که مخرجش مساوی شود اما اگر نشد مثل از این مثال ما این سر ضرب در چند کنیم چهار شود نمیشه پس چی میکنیم پس ما میایم مخرج از زیر دو ضرب میکنیم مخرج از دی دیگه ضرب میکنیم دقت کن 4 ضرب در 3 این هم 3 ضرب در 4 جواب چند میشه 12 میشه سعید خب اما بعضی از سوال های دیگه دقت کن شوگرد عزیز به عنوان مثال ما چی داریم 3 بر 12 جمع 2 بر 18 سعید خب شوگرد عزیز این رو میخوایم کار کنیم مخرج دوازده به هجده تبدیل نمیشه زبدر چند بسازیم باز کسری میشه است پس اگر چی کنیم حالا دوازده زبدر زب در هجده کنیم هجده در دوازده میشه اما مخرج ماوشون بسیار کلانتر میشه اگر دقت کنی کمی دقت کنی من میتونم این دوازده رو در سه بسازم که جواب چند میشه دوازده زبدر در سه بساز دوازده زب در سه سه دایت سه،, سه دو شش میشه سی و است اما اگر دو بسازم دو اجزا چی میشه؟ ده 22 بیست دو شانزه میشه سی و شش میشه هم سی و شش میشه هم سی و شش میشه پس شما میتونین عددهای کوچکتر هم دریافت کنین سهیست که ما راه اصلیشی هست که اما چی که میمیم یا کاف میمیم گفتیم دیگه گه سهیست در سنف خواندیم در درس در 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 گذشته دیگه سهیست که مخرج رو باید دریافت کنیم ولی خب شما اگر نفامیدی یاد درفت در, امتحان شما این, این دو کن، در دو کن در دو کو فرق در آخر فقط باید اختصار کنیم صحیح خب ما انجام بدیم چی میشه سه دو فقط صورت باید ضرب در سه شوه و این, مخ... این هم باید ضرب دو شوه پس چی میشه جوابش دو ضرب در سه میشه 36 سه سه نو جمع اجده زبدر در دو میشه سی و شش و دوی زبدر در دو, زب دو هم جواب چند میشه؟ چار میشه آل یک تا سی و شش ها رو نویشتن میکنیم نوی مثبت و چار مثبت هم علام هستن با هم جمع بشه مثبت مثبت سیزده سیست اگر ما شما بیایم یعنی 12 ضرب در 18 بسازیم 18 هم ضرب در 12 بسازیم فقط سواس باشه باز باید چی کنیم با صورت ضرب در 12 صورت دیم ضرب در 18 شوه صحیح و او هم جواب جوابش درست است اما اگر رو اختصار کنی جواب اختصار کنی باز به می 13 بر 36 میرسی صحیح فقط پس او را باید در آخر اختصار کنیم خب پس شاگرد عزیز و گرامی عملیات جمع و تفریق اعداد نسبت رو بر شما تشریح کردم که فهمیدین چه رقم است صحیح پس من تیک مارک میکنم پس این از عنوان اول درس ما و شما امروز اما عنوان دوم چی است هدف دوم چی است ضرب و تقسیم اعداد نسبتی پس بریم سر تخته ما تخته رو پاک میکنم و باز با مثال بر تو تشریح میکنم که ضرب و تقسیم چی اعداد نسبتی به چه شکل باشد؟ درست است ضرب و تقسیم اعداد نسبتی خب جمع و تفریق خوب گفتیم بسیار آسان بود یاد گرفتیم سیست اما ضرب تقسیم در جمع و تفریق گفتیم باید چی کنیم مخرج ها رو مساوی بسازیم اگر مخرج ها مساوی بود که خوب است اما اگر مخرج ها مساوی نبود باید مخرج ها را مساوی می ساختیم اما در ضرب و تقسیم به این شکل نیست ما اول ضرب میگم بعد تقسیم صحیح است در ضرب نیاز نیست مخرج مفعی باشه یا نباشه فرقی نمیکنه بسیار آسان است با عنوان مثال منفی دو تقسیم بر پنج منفی دوی بر پنج ضرب در سه بر چار مخرج های ما و شما مساوی است نه خیر پنج و چار فرق نمیکنه باشه نباشه مهم نیست در ضرب ما و شما با چی کنیم صورت رو در صورت ضرب میکنیم مخرج در مخرج ضرب میکنیم ما شاگرد عزیز دقت کنید در جمع تفریق به نیست که صورت با صورت جمع کنید مخرج با مخرج من دیدم بعضی از شاگردای کارو میکنه مخرج با مخرج جمع میکنه غلط است در جمع چی است باید مخرج ها مساوی باشه یا اگر مساوی نبود مخرج ها مساوی بسازیم یک تا از مخرج ها نوشته میکنیم در ضرب ولی صورت در صورت ضرب میشه مخرج در مخرج ضرب میشه صحیح پس به میشه دو سه جواب چند میشه؟ شش علامه شی علامه تا نست دیگه منفی در مثبت میشه منفی پس میشه منفی شش پنجار جواب چند میشه؟ میشه بیست سیست پس چند شد؟ منفی شش بر بیست خب حالا میتونیم اختصار کنیم به چند اختصار کنیم؟ به دو میشه اختصار کرد سیست این اگه ما شما به دو اختصار بسازیم این به دو اختصار بساز جواب چند تقسیم بر دو بسازیم میشه منفی سه بیست تقسیم بر دو بسازیم میشه ده به جواب میشه منفی 3 بر 10 این دیگه بیشتر اختصار نمیشه صحیح؟ پس فهمیدید چرا رقم شد خب اما ما این یک رویش دیگه میتونیم کار کنم دقت کنید امی سواله بانوان مثال منفی 2 بر 5 ضرب داره 3 بر 4 خب ما شما گفتیم د ضرب چی میکنیم؟ صورت در صورت مخرج،, مخرج در مخرج صحیح؟ بسیار ما است مخرج مفایی باشه نباشه چه فرقی به ما نمیکنه در ضرب صورت در صورت ضرب میشه مخرج در مخرج ضرب میشه فقط قبلی که ضرب بسازیم میتونیم اختصار کنیم به چه شکل ما میتونیم این دو را کدز چهار اختصار کنیم فقط شاگرد این دقت کنید یادتان باشد بسیار مهم است ما شما اختصار کردن یا به شکل ضرب داری میتونیم اختصار کنیم این دو را کدز چهار این صورت با این مخرج میتونیم اختصار کنیم یا به صورت عمودی میتونیم اختصار کنیم یعنی این صورت مخرج خودش هم میتونیم اختصار کنیم اما هیچ وقت شما به شکل افوقی نمیتونید اختصار کنیم یعنی صورت کدز صورت اختصار کنید غلط است یعنی مخرج با این مخرج اختصار کنید غلط است صحیح پس یا به شکل زبدری اختصار می‌کنیم و به شکل عمودی اختصار میکنیم خب ولی ما شما میتونیم کدام اختصار میشه؟ اینی چار و اینی دو اختصار میشه به چند اختصار میشه؟ به دو اختصار میشه چار به دو اختصار کنیم جواب چند میشه؟ چار به دو اختصار کنیم دو میشه این دو رو به دو اختصار کنیم یک میشه الان میشه منفی است؟ منفیسته خب حالی دیگه اختصار نمیشه ضرب می‌کنیم. صورت در صورت مخرج در مخرج خب ضرب کو. پین دو ده یک سه سه الان میشه منفی در مثبت منفی پس شد منفی سه برده دقیقا همون جواب آخر دریافت شد فهمیدی چرا خم شد؟ پس ما و شما میتونیم ضرب بسازیم در آخر اختصار کنیم یا اول اختصار کنیم بعد ضرب بسازیم فرق نمیکنه هر دو جواب یکی میشه سعیست پس فهمیدی چرا خم شد؟ پس در ضرب اعداد نسبت چی میکنیم؟ صورت در صورت مخرج در مخرج در مخرج کار در مفایی باشه نباشه چه فرقی نمیکنه یک تا مثال دیگه کار میکنم به عنوان مثال منفی 3 بر 7 زب داره منفی دوی بر اف سعیس چی میشه جواب وزیر بگین؟ شو گرده عزیز خودتان؟ منفی سه بر افت زب داره منفی دوی بر اف مخرج مفایی فرق نمیکنه گفتیم در ضرب است زرب کار نداره مخرج مفایی سیانه صورت در صورت مخرج در مخرج ضرب میشه پس دو سه شش منفی در منفی مثبت شش سعیس <تصفح> اما مخرج ها افت زب در افت جواب چند میشه اف افت چلو نو دقت کن چلو نو بازی نمیشن نکنی یک از مخرج نوشته کنی او در جام است او در جام است که مخرج مفی بود یک تا یک تا از مخرج را نمیشن میکردیم سه است پس چی شد منفی سه بر افت در منفی دوی بر افت منفی در منفی مثبت میشه سه دو شش افت اف افت چلو نو سه است این بیشتر اختصار میشه آب سه با نه اختصار نمیشه دیگه سه است به چه اختصار نمیشه پس شش بر چلو نو آخرش است پس یه تانیسم در جوابش دریافت کنیم پس یه ضرب اعداد نسبتی اما تقسیم اعداد نسبتی به چه شکل است؟ شاگردان عزیز دقت کنید تقسیم اعداد نسبتی. باز یک مثال میزنم تشریح میکنم بفهمیم. اگر در تقسیم باشد، تقسیم به با عنوان مثال دقت کنید منفیه. یا بگیم مثبت سه بر دو تقسیم بر 9 بر 4. منفی 9 بر 4 صحیح است؟ مثبت سه بر دو تقسیم بر منفی نوی بر 4. این رو میخوایم چیکنیم جواب شد دریافت کنیم تقسیم اعداد نسبتی ما و شما برای حل ازی ما دو روش داریم در تقسیم دو روش داریم روش اول بسیار آسان است ما باید تقسیم تبدیل به ضرب بسازیم فرمولش به چه شکل است عدد اول بدون کدام تغییر نوشته می کنیم دقت کنید پس ما اگر بخوایم تقسیم انجام بدیم باید به ضرب تبدیلش کنیم عدد اول بدون تغییر نوشته میشه پس میشه مثبت 3 بر صحیح علامه نامیم علامه میشه مثبت است نامیم مان علامه نداشته باشم مثبت است میفهمیم تقسیم تبدیل به ضرب میشه صحیح پس عدد اول بدون تغییر نوشته میشه تقسیم تبدیل به ضرب میشه عدد دوم چی میشه سرچپه میشه یا معکوس میشه معکوس میگیم یا سرچپه یعنی جای صورت و مخرج تبدیل میکنیم صحیح پس 4 در صورت میاد 9 در مخرج میآید فقط دقت کن پس میشه 4 بر منفی 9 صحیح یک نکته شاگردای عزیز ما در نسبتی منفی در مخرج باشه میتونیم منفی رو به صورت بتی مشکل نیست چون به این شکل است که دقت کنید با عنوان مثال منفی 4 بر 9 منفی از چار... از صورت باشه در مخرج باشه فرق نمیکنه با عنوان مثال مخرج به از مخرج باشد 4 بر منفی 9 خو 4 نداره میشه مثبت است پس اینو میتونیم نوشته کنیم چی ضرب میشه مثبت در منفی میشه منفی 4 بر 9 پس به شک میتونیم نشتا کنیم یا منفی میتونیم به کف بتیم با اون مثال ما با فرمول نوشته کنم براتون یک نقطه است نقطه به شک رفت دقت کنید به عنوان مثال 3 بر منفی 2 با منفی 3 بر 2 و با منفی 3 بر 2 یا با هم چی است یا با هم مساوی است یعنی منفی ما و شما در مخرج بشه در صورت بشه در کسر باشد فرق نمیکنه بعضی از شاگردان میگه این منفی اگر در کسر بشه از اردوش است میگیم نه از اردوش نیست از کسر است صحیح میتونه در صورت بده یا مخرج در یک کدام شه فهمید چرا هم شد دگانه و ما و شما همیشه یادتون باشد اگر مخرج ما و شما مثبت باشد بهتر است مخراج مخرج ما و شما منفی است پس ما من منفی در صورت میتون که کار ما آسان شه صحیح پس ما یعنی نو مثبت چه, چه منفی در علامه صورت میمونم پس دقت کن پس چی شد فرمول تبدیل تقسیم به ضرب عدد اول خودش بدون کدام تغییر تقسیم تبدیل به ضرب عدد دوم معکوس میشه یا سرچپه میشه فقط جای اعداد اول میشه تبدیل نمیکنی یا الانش کار نداریم جای 9 و 4 عوض میشه میشه منفی 4 بر 9 سیست حالا مثبت چرا نوشته کردم ما باید منفی نوشته کنم منفی ده چی میتیم ده صورت میتیم پس میشه منفی 4 بر 9 سیست خب حالا چی میشه حالا ضرب است که ضرب خو داریم صورت در صورت مخرج در مخرج پس مساوی است دو نو اجده سهیست سه چار دوازده الان میشه میشه مثبت در منفی 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 دوازده بر اجده البته میتونیم اختصار هم بکنیم. نه این اینجا چار دور میتونیم اختصار ولی در آخر اختصار کن فرق نمیکنه در آخر هم میشه اختصار کرد که اختصار کنیم به چند اختصار کنیم به دو میشه شش بر سه سهیست بر نو اگه به دو کنیم میشه بر نو منفی شش بر نو که باز دوباره به با چی اختصار میشه؟ بازم به با سه اختصار میشه پس به این ای را اختصار کنیم قبلی که بسازیم اختصار کنیم آسان میشه دقت کنید من میتونم به اختصار کنم نورا اختصار کنم اینی میشه یک این میشه سه و این دو را چهار اختصار میکنم اینی میشه یک و این میشه دو حالا میشه است منفی است پس جواب چی میشه ضرب آسان اختصار نمیشه یک ضرب در دو میشه دو حالا مثبت در منفی منفی دو و مخرج چی است مخرج میشه یک ضرب در سه میشه سه پس شد منفی دو بر سه فیست. پس منفی دو بر سه پس جواب آخر ما پس از تقسیم اعداد نسبتی گفتیم چرا خم است عدد اول خودش تقسیم تبدیل به ضرب عدد دوم سرچپمش علامش کاری نداره اما رای دوم رای دوم به چه شکل است دقت کنید امی سوال ما کار میکنیم سه بر دو تقسیم بر منفی نوی بر چهار ما اگر بخوایم کار کنم میتون به شکل نویش کنم دقت کنید شاگرد عزیز اگر تقسیم داشته باشیم ما عدد اوله یعنی تقسیم ها. یک تا کسر کلان میمونیم برش یعنی تقسیم خود تقسیم یعنی چی یک کسر کلان اما تقسیم است یک کسر خودش تقسیم میشه به جای این تقسیم یک کسر کلان میمونیم عدد اول در صورت نوشته میشه عدد دوم در مخرج نوشته میشه عدد اول در صورت نوشته کو میشه 3 بر 2 دو. عدد دوم در مخرج نوشته کو منفی 9 بر 4 منفی 9 بر 4 صحیح خب وقتی به این شکل شد ما میتونیم چی کنیم یک تا قانون داریم دور زب در دور میسازیم اعدادی که دور نظر به هم هستند و نزدیک زب در نزدیک میسازیم دور زب در دور میسازیم ضرب فکر کن باشد دور زب در دور چی میشه در صورت نزدیک در نزدیک در مخرج نوشته میشه پس جواب ما شما چی میشه یک خط کسری میشه سه 4 12 دو نو اجده مثبت در منفی هم منفی گفتیم منفی رو در صورت بدیم بهتر است پس شد منفی دوازده بر اجده. میتونیم به چند به شش هم اختصار کنیم این اگه به شش اختصار بسازیم به شش اختصار بسازیم دوازه تقسیم بر شش میشه دو علامهش منفی است تقسیم بر شش هم میشه سه پس جواب از چند شد منفی دوی بر سه این جواب منفی دوی بر سه است پس تقسیم اعداد نسبتی را ما میتونیم به کار کنیم تبدیل به ضرب بسازیم یا به شکل دور در دور نزدیک در نزدیک بسازیم هردوشی فرق نمیکنه جواب یکی میشه سیست خب پس شاگرده عزیز درس ما و شما خلاص میشه زر و تقسیم اعداد نسبتی ر فامیدیم درست است شاگردای عزیز و گرامی پس ضرب و تقسیم اعداد نسبتی هم خواندیم مثالش هم کار کردیم پس این هم تیک مارک میکنیم پس میریم کارخانگی درست است کارخانگی چی است تمرین های صفحه 102 و 104 کتاب باید حل کنید و ما روان کنید از طریق واتس اپ نمبر که دیگه خودتان یاد دارین 20964 780 255 40 13 درست است شاگرده عزیز و گرامی پایان درس دوم از فصل چهار ما و شما خلاص میشه امروز مانده نباشین بخیر باشین شما رو به الله پاک و مهربان می سفارم.